در خط خبرها خلیلزاد واشنگتن و طالبان توافق نشست دوحه را پیگیری کنند و اگر نه اقدام نظامی همیشه فعال است. توافق مقامات آمریکا برای فروش بیش از 1 میلیارد دلار سلاح و تایوان خشم چین را برانگیخت. روسیه هنوز برای سفر لاوروف و سازمان ملل ویزا صادر نشده است. درگیری بر سر حاصل جلغوزا در پکتیا ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلام، به سرویس اطلاع‌رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. خلیلزاد تازه گفته است که واشنگتن و طالبان توافق نشست دوحه را پیگیری کنند. با گزارش اسپوتنیک، خلیلزاد به این باور است که یگانه راه برای بهبود روابط با افغانستان عملی ساختن کامل توافقنامه دوحه است. وی می‌افزاید که حکومت سرپرست برای تعامل با جامعه جهانی مسائل چون بسته ماندن مکاتب دخترانه را بازنگری کند. نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان گفت که آمریکا و طالب بنشینند سر موضوعاتی که در موافقتنامه دوحه موجود داشت و عملی نشده، مثلا در آمدن یک حکومت به اساس یک مذاکره باید بحث صورت بگیرد. خلیلزاد در این گفتگو با مسئولان حکومت سرپرست می‌خواهد که از بحر تعامل با جامعه جهانی و دست آوردن مشروعیت باید تصمیم‌های پسینشان را از جمله بسته ماندن مکاتب دخترانه و به میان آمدن حکومت همشمول تجدید نظر کنند. وی گفته است که طالب چون نخواهد که یک حکومت مشروع باشد، جز جامعه جهانی باشد و یک افغانستان قوی و استوار ساخته شود. باید یک تجدید نظر کنند، نه از خاطر دنیا بلکه از خاطر مردم افغانستان. زلمه خلیلزاد بار دیگر طالبان را به نقص توافقنامه دوحه متهم می‌سازد و می‌گوید که مطمئن است که ایمانوئل زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل در حمله طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. رویدادی که تا کنون طالبان آن را تایید نکرده است و مرده و زنده او تا هنوز معلوم نیست. خبر بعدی، توافق مقامات آمریکا برای فروش بیش از 1 میلیارد دلار سلاح و تایوان. با گزارش اسپوتنیک، آژانس همکاری دفاعی آمریکا که بخشی از پنتاگون است، اعلام کرد که وزارت امور خارجه آمریکا قرارداد احتمالی 1.1 میلیارد دلاری تسلیحاتی با تایوان تاکید کرده است. قصد آمریکا برای فروش این بسته تسلیحاتی یک ماه بعد از سفر جنجالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان انجام می شود. این بسته در مورد نظر شامل 335 میلیون دلار موشک های هارپون هوا و دریا پیشرفته و همچنین 85 میلیون برای موشک های هوا و هوا سایندوندر است. بخش اعظم این بسته تسلیحاتی را بسته پشتیبانی لوجستیکی 665 میلیون دلار برای برنامه رادار نظارتی تایوان به خود اختصاص داده است که هشدارهای دفاعی هوایی را ارائه می دهد. در حال حاضر که چین با مانورهای نظامی در اطراف تایوان ادامه می دهد، سیستم دفاعی هوایی هشدار اولیه برای تایپه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود در این باره گفته است که این تجهیزات برای تایوان برای حفظ قابلیت دفاع شخصی ضروری است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده است که این بسته تسلیحاتی برای امنیت تایوان ضروری است. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که از چین می‌خواهیم فشارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را علیه تایوان متوقف کرده و وارد گفتگوهای مانادار با تایوان شود. پیش از این رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود کنگره در حال بررسی تصریح ارسال سلاح به تایوان است تا کار انتقال سلاح به ارزش 14 میلیارد دلار و این جزیره خودگردان را تمام کنند. این در حالی است که چین آمریکا را بارها هشدار داده است، اما آمریکا هشدارهای آنها را نادیده میگیرد و همساله به ارزش میلیاردها دلار سلاح میفرستد. خبر بعدی، روسیه هنوز برای سفر لاوروف و سازمان ملل ویزا صادر نشده است. روسیه از آمریکا خواسته بود که برای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور و هیئت همراهش 56 عدد ویزا صادر کند تا آنها بتوانند در گردهمایی سالانه رهبران جهان در سازمان ملل ماه جاری به نیویورک سفر کنند، اما تا اکنون هیچ یکی از آنها ویزا دریافت نکردند. رویترز گزارش داده است که وایسلی نوینزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نامه که روز جمعه 2 سپتامبر این خبرنگاران از آن اطلاع یافته است، با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته است که این اقدام آمریکا هشدار دهنده است، زیرا طی چند ماه گذشته واشنگتن به طور مداوم
از اعطای ویزای ورود به برخی دیگر از هیئت‌های روسی برای اشتراک در سایر رویدادهای سازمان ملل نیز امتناع کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده تعهدات خود را به عنوان کشور میزبان سازمان ملل جدی می‌گیرد. او همچنین افزوده است که ثبت ویزا طبق قوانین ایالات متحده محرمانه است. بنابراین آمریکا در مورد صدور ویزای فرد تبصره ایران می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که ما هر ساله صدور ویزا را برای اشتراک نمایندگان فدراسیون روسیه در رویدادهای سازمان ملل اجرا می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان افزوده است که این مورد به ویژه و دلیل اقدامات غیر قابل توجیه روسیه علیه سفارت ما در این کشور به طور انجامیده شده است، زیرا روسیه کارمندان محلی سفارت آمریکا را که شهروندان کشورهای سوم بودند از این کشور اخراج کردند. این امر بر ظرفیت ما برای ارائه ویزا نیز تاثیر گذاشته است. روابط بین ایالات متحده و روسیه از زمانی که مسکو بالای اوکراین حمله کرد دچار گسست شده است. درگیری بر سر حاصل جلغوزا در پکتیا دو کشته و سه زخمی بر جای گذاشته است. منابع محلی در پکتیا میگویند که در پای درگیری میان دو خانواده بر سر گردآوری های غوزه های جلغوزا در این ولایت دو کشته شده است و سه تن دیگر زخمی شده است. این درگیری ساعت 6 بامداد امروز در روستای دهنخشک ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا میان دو خانواده رخ داده است. با گفته منابع وضعیت یک تن از زخمیان نگران کننده است. یک هفته پیش نیز در نتیجه گیری بر سر زمین در ولایت‌های پکتیا 5 کشته و زخمی شده بودند.